Çivi 2. Ore. İnce. İnce. Sole parantez üzeri. Menfi musbat, menfi musbat, menfi musbat, menfi musbat. Parantez mi seçtim? Parantez mi zaran? Çun menfi musbat, menfi musbat. Vakti parantez arı gözüştüm. Dedim parantez in türü bu işler hem oftadan yani hem zerb bişen. Galate. Ben nemiyorum parantezler hem zerb bişen ki. Kodam ye cem ince izafı mı kalam? Cem, cem. İnce mi? Cevabı hem parantezde çoğur. Çoğur, çoğur. Çahar. Çند تا چهار دارم جواب به دست میاد. اگه هم میدونم چند تا چهار دارم جوابو به دست آوردم. گفته بودم که تعداد پرانتزها مساوی است با تعداد مثبتها مساوی است با تعداد چهارها. من تعداد چهارها رو میخوام دیگه نه؟ پس بیا تعداد پرانتزها با تعداد مثبتها با تعداد چهارها برابر. تعداد مثبتها رو اگه نگاه کنید دوتا دوتا داره میره بالا. گونده مثبت 95 منهای کوچیک مثبت 13 فاصله مثبت دوتا دوتا به علاوه یک اینجا می شود 82 تقسیم بر دو 41 و 42 من 42 تا مثبت دارم یعنی 42 تا پرانتز پس جوابم میشه 42 تا 4 تا یعنی 168 یه ورژن سخت‌ترش رو بگم یه ورژن سخت‌ترش این بود که یه ورژن سخت‌ترش اینطوری بود که مثلا با منفی شروع شده بود منفی 3 به علاوه 8 منفی 9 به علاوه 14 منفی 15 به علاوه 20 همینطوری برو تا آخریش هم منفی ارزم به حضور انور با سعادت منور کتلتتون که مثلا منفی 93 خب اولی منفی بود آخری منفی بود هر منفی و هر مثبتی با هم میرن توی پرانتز منفی مثبت منفی مثبت منفی مثبت اما این منفی بعدش مثبتی وجود نداره و نمیتونه تشکیل پرانتز بده فلذا این منفی تو پرانتز نمیره این منفی اضافه میاد یعنی ما پنج ها رو که به دست آوردیم برای اینکه تعداد پنج ها رو بتونیم ببینیم چند تا بعد پرانتز آخر رو به دست بیاریم حالا چه جوری با الگوی عددی که وجود داره یعنی چی آقای برادر الگوی عددی که وجود داره اینجا رو نگاه کنید منفی قبلش یکی کمترش مثبت منفی یکی کمترش مثبت تا قبل اینم یکی کمترش مثبت قبل از یکی کمترش مثبت مثبت 92 زد پاکش کنم مثبت 92 قبل از هر مثبتی 5 تا کمترشه 5 تا کمترشه 5 تا کمترشه 5 تا کمتر از این میشه منفی 87 حالا ببینیم تعداد مثبت ها تعداد مثبت 5 ها چند تا میشه به علاوه 3 نقطه به علاوه این اینم که میشه 5 حالا چند تا 5 دارم چرا 5 تا آخر به دست آوردم برای تعداد میگم گنده مثبت ها نگیری گنده اگه این مثبت بود اضافه اومده بود اینو نباید حساب کنی گنده مثبت تو پرانتز 92 منهای کوچیک مثبت ها تقسیم برای فاصله مثبت ها که 6 تا 6 تا است به علاوه 1 92 منهای 8 می شود 86 تقسیم بر 6 می شود تقسیم بر 6 نمیشه که تقسیم بر 6 چرا کردم بچه تقسیم بر 5 و تقسیم بر 5 هم نمیشه سب کنم من عددش اشتباه زید پاک کنم یه بار دیگه بنویسم اینا دارن 6 تا 6 تا میرن اونا هم دارن 6 تا 6 تا میرن اینجا میشه 21 اینجا میشه 20 به علاوه پرانتز منهای همینطوری برو شیش اینه بلاوی سه دیگه منفی 93 درسته دیگه 93 حالا آخریش آخرین پرانتز میشه 92 یکی کمتر مثبت 5 تا کمتر از این میشه 87 منفی 87 اینجا میشه 5 گونده مثبت ها 92 منهای کوچیک مثبت ها 8 فاصله مثبت 8 تا 14 14 تا 20 6 دیگه 6 به علاوه 1 92 منهای 8 چند میشه اگه گفتی 86 میشه نه ولی 86 تقسیم بر 6 نمیشه کجا دارم اشتباه میگم یکی بگه من کجا دارم اشتباه میگم آقا 84 میشه سلام یزدان بگو خدا. آه 84 میشه راست میگی جوان سپاسگزارم 84 تقسیم بر 6 میشه 16 و علاوه 16 نمیشه 6 6 خدا
14 14 به علاوه 1 86 تقسیم بر 6 14 به علاوه 1 15 تا. حالا 15 تا عدد مثبت دارم، یعنی 15 تا پرانتز 5 دارم، یه منفی 93 هم این تا باقی مونده، یه منفی 93 هم این انتها چی شده باقی مونده، که 15 تا 75 تا 15 تا 5 تا میشه 75 منهای 93 میشه منفی 18. پس اگه اولی و آخری هم علامت بودن، آخری اضافه میاد، تو باید پرانتز آخر رو از رو الگوی عددی که وجود داره به دست بیاری و بعد تعداد مثبت ها ضرب در جواب هر پرانتز، حالا یه منهای 93 هم آخر وجود داره و جواب به دست میاد. راجع به پرانتز گذاری اگه کسی سوال داره دستشو بیاره بالا. راجع به مدل پرانتز آقا سلام صدامی آقا خواستم بپرسم، همیشه توی سوالای پرانتز گذاری چیزاش به هم ربط دارن، یعنی تناسب داره همه پرانتزا، مثلا فاصله ها پنج یه دونه سوال، فاصله ها که نه، اینجا که همش یکسانه، پنج 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 پنج. تو کتاب دانشون دوتای آخرشه که پنج 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 نمیشه، مثلا میشه یک دو سه چهار پنج شیش همینطوری به بالا، که اون موقع فرمول مجموع میریم دیگه، از یک تا آخریش که مثلا دوازده نمیدونم چند یادم نیست، از یک تا اون آخری فرمول مجموع میریم، ولی اینجا پنج 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 پنج، خب تعداد پنجه رو باید به دست بیارم، چند تا پنج دارم؟ خب سوال ممکنه تو امتحان بیاد؟ خب نه. آقای ماجون سلام، سعی برای اینکه سوال بیشتر رو بتونیم جواب بدیم سریع سوالتون رو بپرسید بچه. من سوال این بودش که مثلا ما چطوری تصمیم که باید مثلا اون آخر آخر هستش که منفیه، منشو خودم نفهمیدم، میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ میگم اولی و آخری هم علامت بودن، آخری تو پرانتز نمیره، اضافی میاد. چرا؟ چون هر منفی بعدش مثبت، هر منفی بعدش مثبت، ولی این منفی بعدش مثبت بعد نیست، این تشکیل پرانتز نمیره. پرانتز مثبته. هم 15 تا که مثلا منفی 3 مثبت 8 که حاصلش میشه 5. آره یه دونه، این یه دونه، دو تا، سه تا، 4 تا، 11 تا هم توی این 3 نقطه است، میشه 15 تا پرانتز. این از الان گفتم با سوال تبچیز حد کنم، گفتم راجعه پرانتز اگه کسی سوال داره بگیر. آره نه راجعه پرانتز بوده بگیر، سوالتو نگرد به جواب. سلام، من همین الان صدا برام اومد، تا قبلش تو کلاس بودم ولی صدایی نداشتم، میخواستم بگم یه از این فضیلت صدای من چیز محروم شد. نه الان سوال نداشتم، الان حالا بگو سوال باردین. سلام خسته نباشید. باردین با صدای من داری؟ آب اعلام بپاس بپاس آره آره بپرس سلی گفتیم که ورژه چه داره سخته. آقا اونجا چرا 15 ضرب در 5 منهای 93 کردیم؟ ببین من فهمیدم که 15 تا عدد مثبت دارم، اومدم تعداد عدد مثبت رو به دست بردم، چون تو هر پرانتزی یه مثبته، یعنی 15 تا پرانتز دارم، حالا وقتی 15 تا پرانتز دارم یعنی 15 تا 5 دارم، 15 تا 5 75 یه 93 هم کم شدیم چون من پیش بله خیلی ممنون. آقای احسانی استاد سر صدای من میاد؟ استاد یه بار این سوالر میشه بیارید دوباره؟ بفهم استاد من از اینجایی که گفتید منفی 15 به علاوه 20 بعد گفتید 93 نمیتونه منفی 93 پرانتز تشکیل بده رو نفهمیدم، چه یه بار توضیح بدید؟ بله بله ببین اینجا میبینی منفی بعدش مثبته؟ بله اینجا بعد منفی مثبته؟ نیست دیگه، بعد منفی 93 مثبتی وجود نداره، تشکیل پرانتز نمیتونه بده، میمونه بیرون، یعنی کلا آدم حسابش نمیکنه.
حالا برای اینکه بتونم تعدادو به دست بیارم با پرانتز آخر رو به دست بیارم، گفتم قبل هر منفی یه دونه کمترش مثبت، قبل هر منفی یه دونه کمترش مثبت، قبل این منفی هم یه دونه کمترش مثبت، شد 92. حالا 92 منفی 87 میشه 5. حالا برای تعداد این پرانتزا گنده مثبت‌ها رو منهای کوچیک مثبت ها میکنم تقسیم بر فاصله مثبت که 4 تا 6 تا 6 تا به علاوه 1. بعد 15 تا 5 شد منهای 93 هم کردم. عشق به خودت آقای نوریان. یه سوال، باز پرانتز گذاری، بعد اول همون تعداد عدد مثبت رو که در بیاریم بعد ضرب در 5 بکنیم، بعدش بعد منهای اون 93 رو کنیم؟ بله، اول باید تعداد پرانتزا رو به دست بیاری، ضرب در جواب پرانتزا کنی که جواب اون تیکه پرانتزیش به دست بیا و آخر منهای 93. حضور غیاب نکردم کلا، گفتم میخوام به سوال بچه بیشتر جواب بدم، وقتی برای حضور غیاب نداشتیم. صالحی بچه ها بپرسید سری بریم مدل بعدی. بودو اولی منفی بود، برای بار دهم دارم میگم بچه ها لطفاً گوش بدید که بتونیم تعداد سوال بیشتری حل کنیم. اولی منفی، آخری منفی، گفتم آخری اضافه میاد تو پرانتز نمیره. حالا برای اینکه من بتونم حل کنم بعد پرانتز آخر رو به دست بیارم، میبینم قبل از هر منفی یکی کمترش مثبت، قبل منفی یکی کمترش مثبت، قبل منفی یکی کمترش میشه مثبت، یعنی مثبت نباید بود چون بعد بشه 5 حتما قبلش منفی 87. حالا تعداد مثبت ها یعنی از 92 تا 8 تقسیم بر فاصله مثبت 6 تا 6 تا علاوه یک، یعنی 15 تا مثبت 15 تا پرانتز 15 تا 5 دارم میشه 75، یعنی من 93 هم بکنم میشه منفی 18. سلام خسرم جید، اما میشه سوالی سی و جاوز من که 3 و 4 رو شاهد کنیم؟ سی و 4 قسمت 3 و 4 رو قرار شد فردا تو کلاس حل کنم و اینکه الانم گفتم که 3 سال پرانتز گذاری داره، درسته اون پرانتز گذاری ولی فردا تو کلاس حل کنم. اون وسط تو امتحان نمیدونم ما جان بگو اولیه چرا تقسیم بر 2 شد؟ الان فاصله مثبت دو تا دو تا است دیگه، 13 تا 15 تا 15 تا 18. اگه 4 تا 4 تا بود تقسیم بر 4 میشد، درسته؟ بعدش دیگه اون که یا فاصله مثبت 6 تا 6 تا بود میتونه 13 رو به دست آوردین، منفی 13 بال 13 منفی 13 کجاست؟ بزرگه منهای کوچیکه دیگه، بزرگه منهای کوچیکه گنده مثبت ها منهای مثبت ها تقسیم برای فاصله مثبت ها به علاوه یک. ما جان بگو چیز آقای کامرانمندش بگو. سلام آقای درازه. سلام سلام کیان بگو زود. آقای سوالی داشتن، میمیتونی منفی رو در منفی رو کنی؟ آقای نوبهدی بگه منفی ها رو میتونی جای این که تعداد مثبت ها رو به دست بیاری تعداد منفی ها رو به دست بیاری، یعنی بگی گنده منفی ها منهای کوچیک منفی ها تقسیم بر فاصله منفی ها به علاوه یک، که چون من میخوام درگیر منفی بازی نشم میام تعداد مثبت ها رو به دست میارم. ولی جواب همون سلام آقا. آقا کامران من این سرش میام همیشه باید بگو عدد آخر قبل از عدد آخر پیدا کنیم تا بتونیم حل کنیم. اگه اولی منفی بود آخری مثبت بود نه، چون معلومه همشون میرن تو پرانتز، ولی اگه اولی و آخری هم علامت بشن باید پرانتز آخر رو پیدا کنیم. عرشی ها سالی
14 رو به دست آوردیم چرا علاوه یک شهردیم؟ به خاطر اینکه فرمول تعداد دیگه 84 تقسیم برای 6 میشه 14 به علاوه 1 میشه 15. اوکی مرسی. اوکی یه پرانتز گذاری سوال نبود؟ تمام خلاص قربانم، خلاص از پرانتز گذاری. بریم مدل بعدی. مدل بعدی ایناست: 10 عدد صحیح متوالی 5005 است. 10 عدد صحیح بعدی چیست؟ ده عدد صحیح بعدی و قبلی چیست؟ خب نگاه کنید بچه ها، مجموع 10 عدد صحیح متوالی یعنی از دایره شروع کن اول تا دهم، میشه از دایره شروع کن، بعدی متوالی دایره به علاوه 1، بعدی دایره به علاوه 2. با این الگو عدد دهم میشه دایره به علاوه 9، شده 5005. ده عدد بعدی چی میشه؟ یعنی از عدد 11 تا 20، از عدد 11 دایره علاوه 10 میشه عدد 11، یعنی یه دونه بعد دایره علاوه 9 چه دایره علاوه 10، بعدی متوالی دایره علاوه 11 دایره علاوه 12. عدد 20 با این الگو میشه دایره علاوه 19. 10 تا عدد دارم، 10 تا رو میخوام به دست بیارم، پس هر عدد نسبت به پایینی میبینم چه اتفاقی براش افتاده، 10 تا زیاد شده، پس جوابم جای 5005 میشه 5005 به علاوه 10، 10 تا، یعنی 10 تا عدد که هر کدوم 10 تا زیاد شده میشه 5105. قبلی رم میخواد از من، قبلی دیگه نمیخواد دایره بازیاشو بنویسی، میشه 5005 منهای 100 میشه 4905. 10 تا عدد داده بود، 10 تا رو میخواست به دست آوردن. نوع بعدیش زمانیه که 10 عدد رو داده مجموعه 10 عدد متوالی صحیحه متوالی 5005، 20 تای بعدی رو میخواد، مجموعه 20 عدد بعدی و قبلی. خب من 10 عدد دارم، نمیتونم 20 عدد رو به دست بیارم که، چی کار میکنم؟ میام اول تا دهمو که دارم هیچی، مینویسم دایره دایره به علاوه 1 تا دایره به علاوه 9، این میشه مجموع 10 عدد صحیح متوالی 5005. 20 تای بعدی یعنی از 11 تا 30، از عدد 11 تا 30. خب این میشه 20 عدد بعدی. من نمیتونم از رو 10 تا 20 تا رو به دست بیارم که تعدادش برابر نیست، پس میام 11 تا 30 رو به دو دسته تقسیم میکنم، میگم از 11 تا 20، 11 تا 20 که تعدادش بشه 10 تا، دو تا 10 تا دیگه 20 عدد بعدی، دو تا 10 تا، پس میشه 11 تا 20، 21 تا 30. خب عدد 11 دایره علاوه 10، بعدی دایره علاوه 11، همینطوری بیر 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 بیر، عدد 20 دایره علاوه 19 به علاوه، چون من 20 عدد میخوام دیگه، بعد با خط پایینی جمع شه، خط پایینی چه؟ دایره علاوه 20، دایره علاوه 21، بیر 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 بیر، دایره علاوه 29، چون عدد 30 با این الگو میشه دایره علاوه 29. حالا مقایسه میکنم، میگم خط دوم هر عددش نسبت به خط اول 10 تا زیاد شده، 10 تا 10 تا 10 تا، پس جواب فقط خط دوم میشه 5005 به علاوه 100. هر عدد خط سوم نسبت به خط اول 20 تا زیاد شده، 20 تا 20 تا 20 تا، پس فقط خط سوم به تنهایی میشه همون خط اوله به علاوه 10 تا، که 20 10 تا عدد که هر کدوم 20 تا زیاد شده میشه 200، پس مجموعا میشه 5005 به علاوه 100 برای خط دوم، یعنی از عدد 11 تا 20، از 21 تا 30 میشه 5005 به علاوه 200 که شد 10310. حالا این شد 20 تای بعدی. من 20 تای قبلی رو ازت میخوام، 20 تای قبلی چیه؟ 5005 منهای 100 به علاوه 5005 منهای 200. بچه‌ها این دو تا مدل سوال، دو تا مدل سوالی ان که تعدادش عددی که به ما داده 10 تا 10 تا رو میخواد، 10 تا 2 تا 10 تا، یعنی 20 تا رو میخواد. اما اگه سوال بگه مجموعه سه عدد، اولش البته توضیح داره دیگه، اولش میگه که مثلا 7 عدد صحیح متوالی را، 7 عدد صحیح
متوالی را از کوچک، من هنوز نگفتم کسی سوال داره دستشو بیاره بالا، از کوچک به بزرگ، از راست به چپ، از راست به چپ به ترتیب نوشته ایم. بعد خطم خودتون چون دارم تو می‌نویسم اینطوری به ترتیب نوشته ایم. مجموع سه عدد اول، مثلا چه میدونم منفی 33، منفی 33، مجموع سه عدد آخر چیست؟ مجموع مثلا چهار عدد آخر چیست؟ مجموع دو عدد آخر چیست؟ بذار بگم مجموع دو عدد آخر چیست؟ اینجا به ما سه تا عدد رو داده، دو تا رو میخواد. پس دیگه این روشی که چند تا هر کدوم رفته بالا دیگه جواب نمیده، چون تعدادشون برابر نیست. حالا که تعداد برابر نیست روش میانگین میریم. هفت عدد سری متوالی یعنی اولی دایره است، بعدی دایره به علاوه 1، بعدی دایره به علاوه 2، بعدی دایره به علاوه 3، دایره به علاوه 4 و دایره به علاوه 5 و دایره به علاوه 6. این میشه هفت عدد سری متوالی. مجموع ستای اول یعنی این ستا. حالا به جای مجموع ستای اول بذار اینو بکنیم مجموع چهارتای اول که یه سخت‌تر شه. مجموع چهار عدد اول عرضم به حضورتون که منفی 40 اشتباه نگم منفی 46 است. منفی 46، مجموع این 4 تا منفی 46 سوال دو تای آخر رو میخواد. خب من نمیتونم دیگه ببینم این چند تا اضافه شده این چند تا اضافه شده، چون اینجا 4 تا عدد اونجا دو تا عدد. برای همین میام روش میانگین میرم. روش میانگین چی بود؟ روش میانگین اینطوری بود که مجموع رو اگه بیای تقسیم بر تعداد کنی میشه عدد وسطی تو اعداد متوالی، منفی 21 کنیم میشه، میشه عدد وسطی تو اعداد متوالی. حالا 4 تا وسط نداره، 4 تا عدد وسط نداره که دو تا اینور دو تا اینور عدد وسطی وجود نداره. برای همین منفی 21 کنیم میشه وسط دو تا وسطی ها، میشه چی؟ میانگین دو تا عدد وسط. اینجا منفی 21 کنیم، چون اینا صحیح متوالی هن، یعنی یه دونه یه دونه فاصله دارن، اینم وسطشونه، نیم تا بهش اضافه میکنم، منفی 21 نیم تا ازش کم میکنم، منفی 22. این منفی 22، این منفی 21، این منفی 23 چون قبلیشه. فقط من اینجا اشتباه حساب کردم، یه دقیقه صبر کنید من اشتباه محاسباتی نکنم. اینجا منفی 11 و نیم میشه بچه، 40 تقسیم بر 4 میشه 11 و نیم. وسط دو تا وسطی ها میشه منفی 11 و نیم، منفی 11 و نیم و نیم تا بهش اضافه میکنم میشه منفی 11، نیم تا ازش کم میکنم منفی 12، دوباره یه دونه دیگه کم میکنم منفی 13، اینجا یه دونه اضافه میکنم میشه منفی 10. الان این 4 تا رو با هم جمع کنیم میشه منفی 46. قبول داری؟ حالا دو تا عدد آخر رو میخواد. میتونی بگی آقا دایره منفی 13، پس اینجا دایره منفی 13 و 5 میشه منفی 8، منفی 13 و 6 میشه منفی 7، جواب میشه منفی 15. میتونی همینطوری متوالی دونه دونه بری، منفی 9، منفی 8، منفی 7 و دو تا عدد آخر رو به دست بیاری. پس دو مدل سوال اینطوری داریم، یا تعدادشون برابره، تعداد همون تعداد رو میخواد، 10 تا داره 10 تا میخواد، یا مزرعه بشه 10 تا داره 20 تا میخواد، میتونه 30 تا بخواد، میتونه 40 تا بخواد، تو پولوکوپی با هم حل میکنه. میتونه 7 تا عدد سعی بده، 4 تاشو مجموعشو بده، 2 تاشو بخواد، دیگه اون روش بالا جواب نمیده و بر روش میانگین بده. حالا راجع به این دو نوع سوال اگه کسی سوال داره دستش رو بیاره. سوال آخر آقای ماژان، هم سوالی که همین الان گفتین من اینو چرا نفهمیدم، این که مثلا چرا اصلا کلا میشه گفت یه جوری نفهمیدم. ببین هفت عدد سری متوالی از کوچیک به بزرگ نمیشن دایره، دایره به علاوه دایره به علاوه دایره به علاوه 6، این که اوکی درسته. حالا 4 تا عدد رو به من دادم جمعشو منفی 46، دو تای آخر رو میخواد. حالا شاید ممکنه من توی امتحان بگم 4 تای آخر منفی 46، دو تای اول رو بگو، فرق نداره. تو بعد اینا رو نوشتی ببینی 4 تای اول رو دادم، 4 تای وسط رو دادم، 4 تای آخر دادم. گفتم 4 تا اول منفی 46ه. حالا اینجا چون 4 تا عدد داده دو تا میخواد، دیگه من نمیتونم از روش سوال قبلی برم، یعنی ببینم هر عدد نسبت به اون عدد چه اتفاقی براش افتاده. برای همین از روش میانگین میرم. روش میانگین چی بود؟ مجموع تقسیم بر تعداد کنی میشه میانگین اعداد تو اعداد متوالی میشه عدد وسطیه. حالا 4 تا عدد که وسط نداره، دو تا اینور دو تا اینور، دیگه وسطی براش وجود نداره. اعداد تعداد فرد باشه وسط داره، مثلا 3 تا باشه این میشه وسطیه،
5 تا باشه این میشه وسطیه، 7 تا باشه این میشه وسطی. اما تو تعداد زوج یعنی مثلا 6 تا اگه باشه عدد وسطیه نداریم، 3 تا این برای 3 تا این بر، وسط دو تا وسطی ها یعنی میانگین دو تا وسطی ها میشه منفی 11 و نیم. حالا چون منفی 11 و نیم و اینا متوالیان یه دور با هم اختلاف دارن، نیم تا بهش اضافه کن، نیم تا ازش کم کن، یعنی منفی 11 و نیم میانگین دو تا عدد متوالی هم میانگین منفی 11 و منفی 12. حالا یه دونه ازش کم میکنم میانگین اون دوتا، اون برای دوتا منفی 11 و نیم میانگین این 4 تا میشه. آره کلا میانگین این 4 تا میشه منفی 11 و نیم که تو اعداد متوالی مثلا 1 2 3 میانگین دقیقا میشه عدد وسطی. کوچیک‌تر میشه چپتر میره بزرگتر. حالا اینجا عدد وسطی نداریم پس میشه میانگین دو تا وسطی. بله چون از کوچیک به بزرگ، از چپ به راست، به از چپ به راست چیدیم دیگه، از کوچیک به بزرگ، از راست از چپ به راست چیدیم. نفر بعدی آقای محمد رضا محمد شاهدی. سلام میخواستم بدونم که شما وقتی میگی این تهش چرا 10000 در 10 شده، یعنی بعد قبلیش منظورم بخشید ام قبلیش 10000 در 10 شده برای قبلیش، یعنی برای قبلش رو میخواییم 10 در عدد قبلش. بله ایاد بشه دیروز اومدم 10 تا عدد قبل رو نوشتم، اومدم دو به دو با هم مقایسه کردم، دیدم هر کدوم 10 تا کم شده، گفتم دیگه نمیخواد بیاین قبلیش رو بنویسین. شما همین که بعدیش رو به دست آوردی شد به علاوه 100 قبلش میشه منهای 100. جناب آقای یزدان نوبختی. آقای گرانی سال یک و بیاری دومی که هر کنیم بگو یزدان. آخه شما یه مجموع 20 عدد بعدی و قبلی، آخه 20 عدد بعدی چرا تا 30 حساب کردی؟ ببین اولی سوال از 1 تا 10 به ما داده، از 1 تا 10 رو داده 5005، 20 تا بعد از 10 میشه تا 30 دیگه، چه 11 همی تا 30 همی. خیداخت آقای امیرعلی قاسم بود. آقای حضوری ما رو زدید؟ قاسم پور بگو پسر. آره عزیزم حضوری همه رو زدم دیگه. آقا منم همین سوال یادم آقای لحظت میاد این سوال حضوری هم. آره ولی آقا یه سوال دیگه بودم، مثلا الان اگه بگیم مجموعه 20 عدد سعی متوالی 5 و 5 بعد مجموعه 20 عدد قبلی رو بخواد ما باید تا 40 بریم؟ اما اون موقع 20 عدد رو داده، یعنی از دایره شروع میشه تا دایره به علاوه 19. حالا ما 20 های بعدی رو میخوام، یعنی از 21 تا 40 21 میشه دایره به علاوه 20 میبینی، بعد دایره به علاوه 19 دایره به علاوه 20، 40 میشه دایره به علاوه 39. هر کدوم 20 تا زیاد شده، 20 تا عدد هر کدوم 20 تا زیاد شده، جواب 400 تا زیاد. آقا خواستم بگم که مثلا ممکنه بگه مجموع مثلا 23 عدد بعدی یا قبل رو به دست بیاریم. نه دیگه نمیشه دیگه، نه تو این مدل نمیشه بگه، اگه اونطوری بخواد بگه بعد اینطوری بریم، بعد روش میانگین بریم خود اعداد رو به دست بیاریم، بعد مثلا 23 تای بعدی یا 23 تای قبلی رو توی سوال منفی 46 رو تقسیم بر 4 کنیم تو امتحان ممکنه زمانمون خیلی بره، یه جا اشتباه کنیم. میتونیم شوخی نکن با ما. منفی 46 تقسیم بر 4 میشه 10 4 میشه 10 4 میشه 6 میاد پایین میشه 1 کنی زبونم لال، هیچ کی از ماشین حساب نباید استفاده کنه، ولی تقسیماش تقسیم ساده ایه، نگران نباش، خیلی کار زشتی از ماشین حساب استفاده کردیم. آقای راهبرم اینجا بودن تایید کردن. یاشار بگو من فقط یه تیکش یاشار
آقا چرا این 20 تا قبلیه رو جمع من یه کردی؟ سوال ده قیده پرسیدم، رو هم سوال همه نوشت، دنیا بود. بعد بگو. بیشتر جمع گذاشتیم. ببین تو 20 تا قبلی رو بخوای میشه مجموع خط دوم و خط سوم دیگه، نه؟ ببین خط دومش میشه 100 تا کمتر، خط سومش میشه 200 تا کمتر. حالا من 20 تا رو با هم میخوام، پس خط دوم و سوم باید با هم جمع کنم. من یک سوال خط دارم، دوم و سوم باید با هم جمع کنم. ببین با این وضع من فکر کنم نمیرسیم به فصل یک با این وضع موجود که 20 دقیقه از کلاس باقی مونده و الان راجع به این سوال 6 نفر دیگه دستشون بالا، فکر کنم به فصل یک نمیرسه. سلام علیکم. سلام. نمیدونم چک کار کنم. یزدان بگو. یزدان یزدانی بگو. یزدان آها مدرسه مدرسه من چون من سر کلاس حضور ندارم، شما حضور من رو زدید؟ آها تو برنامه هم زدی یک دو یک سه با هم من اصلا حضور یاب نکردم اون کلاس. آها سلازم قد شد من تو آها سلازم قد شد من نفهمیدم چی گفت روش دوشمن. آقا میشه برین اون سوالی که یعنی من عرض کردم تو این کلاس اصلا حضور یاب نکردم. بعد آقا اگه اینجا بله آقا این سواله که میگه مجموع در درسایی متوالی 5005 اگه مثلا بگه همینا 20 عددن وقتی که 20 عددن 20 عدد بعدی رم بخواد برابر میشه دیگه، یعنی برابر به 200 کنیم دیگه جواب دادن. علاوه 400 20 تا عدد داری، هر کدوم 20 تا زیاد میشه 400 تا جواب میده. مثلا 20 تا عدد بخوام بعد بعد 10 تا 10 تاش کنیم. من سوالی که آقای مجد آقای آخر بازم آقای که شما دوبار گفتیم نفهمیم که 20 تا قبلی چرا منفی 100 میشه تا دوبار منفی 200 میشه. آخرش یعنی اینجا ببین من 11 تا عدد بعدی رو نوشتم، بعدی رو بفهمی اوکی این 10 تا زیاد شده 10 تا زیاد شده 10 تا زیاد شده، فقط خط دوم 10 تا عددی که 10 تا زیاد شده جواب 100 تا زیاد میشه. بعدی 20 تا زیاد شده 20 تا زیاد شده 20 تا زیاد شده 10 تا عددی که هر کدوم 20 تا زیاد شده جواب 200 تا زیاد میشه. قبول؟ حالا همین رو فکر کن قبلیه، یعنی قبلی ها خط دومش 100 تا کم میشه، خط سومش 200 تا کم میشه. حالا تو مجموع 20 عدد رو میخوای، پس من خط دو و سه رو با هم جمع کنم، خط دو رو و خط سه جمع کنم، خط دوم قبلی این خط سوم قبلی. نه 20 تا در 20 میکنیم 400. آره 200 و علاوه 100 5005 و 5005 هم بعد بنویسی دوباره، یعنی 5005 به علاوه 100 آها نه اون مال یه چیز دیگه بود، اون مال 20 عدد بعدی بود، 20 تا بعدی رو بخواد. استاد من یه سوال هم در مورد همین سوالی که همش دارم بچه هم میپرسن، من یه چیزی نفهمیدم کلا همین سوال ناگه این گفته 9 مثلا تا 19 فقط 10 تا بهش اضافه شده به 9 میشه 10 تا و 10 میشه 100. نمیشه یه کاری کرد که اگه بخوایم 21 و تا 30 به دست بیاریم همون 100 مثلا ضرب 2 کنیم بشه 200 که مثلا شما چرا؟ دیویست تا اضافه میشه؟ دیویست تا اضافه میشه؟ هست میشه پنج دار پنج دار علاوه بگیشه دیگه من فهم کنم سد و زد چهار کنیم سد و زد سه کنیم بشه سد آه. یعنی اگه الگوی اولی اول تا دفعه پیدا کنیم دیگه بقیهش خیلی ساده تر میشه پنج دار پنج دار علاوه سی سن من سلام آقا خسته نباشید. بله
آقا من یه خواهش بشم میشه آقا کلاس بعدی هنر خوشنویسیه میشه ما جلوش بیایم کلاس بکنم نمیدونم یکی سه یکی یکی نه بعد با آقای راهبر همان کنی از نظر من نه ولی از با آقای راهبر همان کنی آقای سلام آقای راهبر حدش آقای راهبر آقای قاسم آقا سوال من سوال 34 آخرین سوال بر اون سومیش ببین اولی کلاس که نبودی گفتم دیروز توی زنگ پنجم ما نرسیدیم فصل دو رو تموم کنیم فردا اون دوتا یعنی یک و نیم سوالی که باقی مونده رو حل میکنم که 34 جزء اوناست بعدش هم گفتم که یه تعدادی از دانش آموزا اینترنتشون قطع بود دیروز زنگ پنجم کل منطقه سه آنتن دهی همراه اول قطع شد منطقه دیروز نمیدونم چرا از ساعت 11 بعد برای همین من فردا اونا رو از سال 29 تا آخر فصل دو دوباره فردا حل میکنم فلذا فردا سوالی که داری حل میشه مدل پرانتز گذاری هم این دوتایی که حل کردم و بلد باشی امتحان تو میتونی ممکنه اینه اونم بیاد تو سوال آقای هوشمند امتحان پرسیدن که مثلا پرسیدن که مثلا 20 بده 20 هم بخواد چی پرسیدی؟ بله آره دیگه کاری نداره 20 بده 20 بخواد که تعدادش برابر دیگه هر کدوم 20 تا زیاد میشه 20 تا 20 تا 400 تا جواب کلا زیاد میشه کامران منش آقا این سال آخر یه مرتبه میاری؟ نه آقا میشه مثلا به جایی نه اون سال بله کیان جان همون سالی که داشتیم حل میکردیم آها همین سال آخر یه بار دیگه میارم مثلا میشه مثلا 20 تا بعدیش رو همینجوری پشت هم بنویسی اینجوری آقا منش بود کیان اینترنت قطع و وصلی داره یه بار دیگه بپرس از اول سوال تو قطع شد عمران منش رو توی ثانیه ترخ از دست داری نوری هم بگو کامران منش بگو ببینیم اوکی شو کیان بله بفرم آقا گفتم میشه اون 20 الو نوری هم بگو تا کامران منش رو من بندازم بیرون کامران منش بندازمش بیرون بیاد دوباره آقا بجز پرانتز گذاری اگه مثلا تو فصل دو سوال داشته باشیم نمیتونیم بپرسیم بگو کوچولو آقای نوریان نه حالا بجز آقا قبل از این حالا این فصل 17 فصل 2 دیگه پسرم دارم حل میکنم بیت 29 قبل از این بپرس آقا چیه بخون؟ آقا گفته در چه صورتی حاصل جمع دو به دوی سه عدد صحیح مثبت می شود؟ سه تا عدد صحیح دارم میگه جمع دو به دوش یعنی این با این مثبت چه؟ این با این مثبت چه؟ اینم با این مثبت چه؟ بعد همه شون مثبت باشن دیگه حالت اول اینه که همه مثبت اگه همه مثبت باشن جمع دو به دوشون مثبت میشه حالت دوم اینه که یکی منفی بقیه مثبت یکی منفی بقیه مثبت به چه شرطی به شرط اینکه قدر مطلق عدد منفی کوچیک‌تر باشه یعنی چی حالا توضیح میدم دیگه اگه ویت سکند داشته باشی مثلا فرض کن اینجا هست منفی 5 اینجا 1 اینجا 3 منفی 5 و 1 میشه منفی 4 دیگه نه پس مثبت نشد چرا چون قدر مطلق این بزرگتر از قدر مطلق این ولی اگه اینجا رو بذارم 10 منفی 5 و 10 میشه بعد مثبت 5 برای همین نوشتم قدر مطلق قدر منفی باید کوچیک‌تر باشه
Yes, yes. آقا سلام، خسته نباشید. آقا من همین چرا الان هر چی سوال می‌کنم دارم می‌پرسم. یزدان بگو. آقا یکی اینکه آقا مثلا 60 درصد الکل 70 درصد رو مثلا با فلان جمع کردیم، این بس دو. بازو میاد؟ الکلشو باید به دست بیاری؟ مثلا 3 لیتر، 3 لیتر الکل 60 درصد میشه 60 درصد 3 لیتر میشه 1.8 لیتر، 1.8 الکل. مثلا میگه با 50 با مثلا 2 لیتر الکل 50 درصد، 2 لیتر الکل 50 درصد چقدر میشه؟ میشه 50 درصد 2 لیتر، یعنی 1 لیترش اسیده یا 1 لیترش الکله. یعنی آقا تو این 1 لیتر 1.8 میشه 2.8 با هم جمع کنی میشه 2.8 از 5 لیتر. 2.8 از 5 لیتر. کلاً یه سوال دارم. آقا میشه تایم آتو یکم می‌بری بالاتر؟ زبون من سوال های امتحانو نکش. برو سوال بگو. آقا مثلا اگه 10 تا سوال باشه حدود 1 ساعت و نیم. چقدر باشه آزمون خوبه؟ آها. ده تا سوال تستی امتحان بچه تستیه. امتحان امروز 10 تا سوال تستیه و 65 دقیقه هم وقت داره که به نظرم 65 دقیقه زیادش هم هست، ولی حالا زیاد وقت دارم که کسی بهونه وقت نداره. بله 10 تا سوال تستیه، ولی تو 10 تا سوال تستی رو مجبوری تو خونه تشریح حل کن. مطمئن باش. آره برای من تشریح رو نمیفرستی، ولی بخوای جواب بزنی مجبوری تشریح حل کنی برای خود. جناب احسان، آره همین که شما نمیخواید عکس مکس بفرستید نمیم انتقال نداره، اون سیستم پروسه چون خیلی پروسه وقتگیر و لحاظ اعصاب و روان شما رو به هم میریزه، برای همین حل میشه. الکل 60 درصد و آب مثلا 40 درصد میشه کلا یه بار این سوالو مثلا با روش خودش حل کنید، من اصلا نفهمیدم. من میگفتش که 3 لیتر الکل 60 درصد و بریز روی 2 لیتر الکل 50 درصد. گفتم تو هر کدوم بیا ببین چقدر الکل داریم. 3 لیتر الکل کلش بود 60 درصد، 60 درصدش الکل پس میشه 1.8. چرا انقدر ممیز بودش؟ میشه 1.8 لیتر از اون 3 لیتر الکله. 50 درصد 2 لیتر هم الکله. 50 درصد 2 لیتر میشه 1 لیتر. حالا اینا رو وقتی میریزیم رو هم یعنی 2.8 1.81 میشه 2.8 2.3 میشه 5 2.8 از 5 لیتر الکل میشه چند درصد؟ 20 برابر شده، 20 برابر میشه میشه 56 درصد. همون که احمد بچه ها دامنی سوال پرسیدن یزدان حل کرد؟ کدوم بود؟ کدوم؟ اینو یه بار دیگه حل کنم؟ این همه توضیح دادم بابا. ای از اولی تا دهم میشه دایره تا دایره بالا اینا 5005. 20 تا بعدی یعنی از عدد 11 تا 30 چون 20 تا من نمیتونم با 10 تا مقایسه کنم، میام 10 تا 10 داش میکنم. یه بار میگم از 11 تا 20، یه بار میگم 21 تا 30 میشه دایره بالا 10 تا دایره بالا 19 به علاوه دایره بالا 20 تا دایره بالا 29. 10 تا 10 تا 10 تا زیاد شده پس جوابم 100 تا زیاد میشه. 20 تا 20 تا 20 تا زیاد شده پس جوابم 200 تا زیاد میشه. خیلی ممنون. 5000 به علاوه 100 5500 به علاوه 200 جمعش به دست میاد. برای قبلی هم منها میکنم 5500 منهای 100 5500 منهای 200. آقا ببخشید من می‌خواستم که من فقط یه سوال کوچیک از بس یک میتونم. احسانی یوم میگه کنترل ای همش آقا یوردی میشه تو زیاد یا شا. آقا سوالش کلا یه خطه. یه خط سن علی 4 برابر سن برادرش است. چی گه واجب نداره. بفهم. ندادم تو امتحان. خوبه. اینو تو معادله بذار برات کامل حل کنم میشه. تو نمادینه بذار فصل 3 میشه هفته دیگه. توضیح میدم میگم. خوبه.
شیر استخر بازی رو براتون توضیح بدم. مثلا میگه چون همه ایراد دارن، شیر آ استخر را در مثلا 10 ساعت پر میکنن، شیر بی در 40 ساعت پر میکنن، با هم چند ساعته پر میکنن. نگاه کن، میگم که اینجا بیا A کل استخر رو 10 ساعته، پس تو 1 ساعت چقدرش رو پر میکنه؟ 1/10 استخر رو. B کل استخر رو 40 ساعته، پس تو 1 ساعت چقدر پر میکنه؟ 1/40. حالا با هم دارن کار میکنن، یعنی 1/10 و 1/40 با هم جمع کن، مخرج مشترک 40 میشه 4 به علاوه 1 5 میشه 5/40، یعنی 1/8. 1/8 در 1 ساعت استخر پر میشه. پس کل استخر چند ساعت پر میشه؟ 8 ساعته. برعکسش هم اگه یاد باشه مدل نسرین و لیلا بود حل کردیم. مثلا بگم که شیر A استخر را در، نه خودم تر میکنم همینه، شیر آ استخر را در مدت ارزم به حضور انور با سعادتت که 40 ساعت پر میکند، شیر آ و ب استخر را با هم در 8 ساعت پر میکنند، شیر بی به تنهایی چند ساعته؟ شیر بی به تنهایی چند ساعته؟ میگم که آقا کوچولو A به تنهایی 40 ساعته، کل استخر پس توی ساعت 1/40. A و B با هم کل استخر رو 8 ساعته، پس توی ساعت 1/8. B رو نمیدونم چند ساعته، میگم که آقا A 1/40 به علاوه 1/2 بعد بشه 1/8. 1/8 همون 5/40. 1/40 با چه عددی میشه 5/40؟ با 4/40. پس 1/2 شیر بی میشه 1/4 که همون 1/10. پس بی 10 ساعته کل استخر رو پر میکنه. یه مدل دیگه سوال فصل 1 که احتمالا بعضی ها میخوام بپرسن، این مثلث و دایره بود. مثلا اینجا رو بذاریم 60، اینجا هم بذاریم 16 و 20، 36 و 36 و مثلا 30 و 66. میگم که آقا مخرج مشترک باید بشه 60، یعنی 15 مثلث باید بشه 60، پس مثلث میشه 4. حالا که مثلث میشه 4، یعنی 4/15 به علاوه دایره 4 روم به علاوه 1/3، مخرج مشترک رو می نهانم 60. 4 برابر شده 4 برابر 16، 5 برابر نه 15 برابر شده 15 برابر، 15 دایره، 20 برابر شده 20، میشه 36 به علاوه 15 دایره بعد بشه 66. بچه ها 66 یعنی 36 به علاوه 30. سلام. پس 15 دایره 30 پس دایره 30 اگه شما خواهم بله 18 و 19. یه دونه اونو خیلی مشکل دارم. پرانتز گذاری دیگه، ببین از دایره یه جایی اون مورچه شروع میکنه، بعد منفی 1 مثبت 2، منفی 3 مثبت. پرانتز گذاریشو تو حل میکنی؟ مثلا اینجا چه میدونم بیا. پرانتز گذاریشو حل میکنی، میگه مثلا دایره منهای 2 شده مثلا رسیده به 12 و اینجا 14 بوده. پرانتز گذاریشو باید حل کنی. روی محور عدد صحیح چند عدد وجود دارن که فاصله فاصله آنها از 2 برابر فاصله آنها از 30 باشه. اینو توضیح دادم دیگه، خدایی اذیتم نکن. حالا بگو فاصلهش از 0 2 برابر فاصلهش از 30، یعنی به 30 نزدیک تره. این مثلا فاصلهش تا 0ه، این فاصلهش تا 30ه. خب فاصلهش تا 0 برعکس، این فاصلهش تا 0، این عددی که من دنبالشم، فاصلهش تا 0، این فاصلهش تا 30. گفته فاصلهش تا 0 2 برابره این عددی که من دنبالشم.
دو برابر فاصلش تا سی باشه، یعنی به سی نزدیکتر. به سی نزدیکتر یعنی از 15 به راست. اولین عددی که حدس میزنم 20ه. 20 جوابه. چرا؟ چون با این 10 تا فاصله داره، با این 20 تا فاصله داره. 20 فاصلهش تا 0 دو برابر فاصلهش تا 30ه. قبول؟ بعد میرم جلو. 30 که هیچی، 40 هیچی، 50 هیچی، 60 خوبه. چرا؟ چون 60 تا 30 30 تا فاصله داره، 60 تا 0 60 تا فاصله داره. این 60 عددی که فاصلهش تا 0 دو برابر فاصلهش تا 30. از بقیه بچه‌ها بپرسن فصل دو با توجه به اینکه کلا 3 دقیقه از کلاس باقی مونده. من اون وقت باید چیکار کنم برن زد؟ مثلا من از 8 تا مثلا یه رو بیکم توری برم کلاس، یه 5 دقیقه وسطش برم یه چایی بخورم. ها نظرت چیه؟ ابراهیمی زده مثلا تو عدد 300 بله چند تا هفت تکرار شده؟ چند؟ حالا بپرس ببینیم چی میگی. ببین از 1 تا 100 از هر رقمی 20 تا داریم. از 1 تا 100 20 تا 1 داریم، 20 تا 2 داریم، 20 تا 3 داریم. از 1 تا 100 20 تا 7 دارم. از 100 تا 200 20 تا 7 دارم. از 300 تا 300 از 200 تا 300 20 تا 7 دارم. تا حالا شد 60 تا. از 300 تا 374 7 و 17 و 27 و 37 و 47 و 57 و 67 و یعنی 1 و 7 رو دارم، ولی دیگه 77 ندارم. اون 1 و 7 شد 7 تا. 10 و 7 یعنی 370 371 372 373 374 میشه 5 تا. 10 و 7 57 12 با اون 60 میشه 72 تا. الگوشو گفتم دیگه، از 1 تا 100 از هر رقمی 20 تا داریم. پرانتز گذاری چی؟ کسری نداریم مثلا پرانتز گذاری، مال عدد صحیحه. اون راهبرد حل مسئله ساده تر بود. دوتای اولشو میگرفتیم، بعد ستای اول، بعد چهارتای اول، مخرج آخری، مخرج جواب میشه. حالا این سوالی که میگی منهای 1 کن تقسیم برای 4 یا به علاوه 1 کن تقسیم برای 4. اگه منها بود آخری، منهای 1 کن تقسیم برای 4، اگه مثبت بود به علاوه 1 کن تقسیم برای 4. یه سوالی بودش که کسری بودش، اولویت داره. محمد شاه علی بله 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 دقیقا. مثلا با آلاش اولویت داشت، مثلا تو پرانتز می نوشت. اونه که مثلا اولش منفی ها رو حساب می کردیم، نه اون یکی هایی که اولویت داشت کسری بود، اولویت داشت یعنی جمع و تفریق اینا بود تو پرانتز اینا. اینطوری خب می تونیم اول به منفی ها رو بشونیم ببینیم چند تا که یعنی مثبت و منفی بس ساده کنیم. نه نیا کن کش این مدلی دیگه. نه دیگه اینجا نمیتونی این کارو بکنی. اون مال زمانی که همه ضرب و تقسیم باشه، اینجا نباید این کارو بکنی. اینجا باید بری سراغ داخل پرانتز. منفی در منفی میشه مثبت 2، منفی 3 و مثبت 2 غیر هم علامت هم میشه منفی 1. اینجا میشه 6. 6 منهای منفی 1 یعنی 6 به علاوه 1 به روی اینجا منفی در منفی مثبت 6، منفی 5 مثبت 6 غیر هم علامت هم میشه 7 1 7. نه تستی. یه سوال بود سی تو همین فصل دو. ده سوال تستی. آقا خودتون ولی باید تشریح حل کنید. سوال یه مدلی که حتما باید برای خودتون تشریح حل کنید، باید جواب بزنید. روشو گوش من. اگه ستاش منفی باشه، اگه ستاش منفی باشه، منفی در منفی چی میشه؟ مثبت. منفی در منفی مثبت، دوباره منفی در منفی مثبت. خب جمع ستا عدد مثبت که میشه مثبت. پس این به درد
نمیخوره. بعد حتما یه دونش منفی باشه، دوتاش مثبت. یعنی منفی در مثبت منفی، مثبت در مثبت مثبت، منفی در مثبت هم منفی. فقط برای اینکه درست در بیاد بعد قدر مطلق عدد منفی بزرگتر باشه. بعد قدر مطلق عدد منفی چی باشه؟ بزرگتر باشه. چون اینجا منفی یک در منفی دو میشه منفی دو، اینجا میشه منفی پنج، ولی دو پنج تا میشه ده، باز جمعش میشه مثبت. اما اگه اینجا رو بذاریم منفی ده، یعنی قدر مطلقش بزرگتر از مثبت باشه، دیگه جمعشون حتما منفی میشه. نوریان وارد وقت اضافه شدیم. نوریان بگی. آقا سوال چیزو میشه بگیم؟ سوال مدل سوالا یه طوریه که اصلا نمیتونی در یه راه حل دیگه. حالا میبینیم علامت حاصل جمع حاصل ضرب عدد زیر رو بیابید. منفی 7 آقا ضربش 23. بخون من یادم نیست صورتش. عزیزم برای تعیین علامت، من نگاه کنم، برای تعیین علامت حاصل جمع، اونی که بزرگتر علامت تعیین میکنه، برای علامت حاصل ضرب بعد تعداد اعداد منفی رو به دست بیاری. از منفی 79 تا منفی 1 27 عدد منفیه. 27 منفی یعنی فرد منفی. آقا یه سوال داشتم. آقا یکی اینکه سوال نپا بفهم چه بیاری جناب نو وقتی سوال همین سوال همین سوال همین که سه تا میخوره قرض مزد در بردیمش، یعنی یه با توضیح میدیم. گفته بود سه تا عدد بگو که جمعش منفی باشه، ضربش منفی باشه. گفتم سه تا عدد ضرب منفی، یعنی یا سه تا منفی یا یه دونه منفی. بعد گفته بود مجموع حاصل ضرب دو به دوش هم منفی باشه. گفتم اگه سه تاش منفی باشه که مجموع حاصل ضرب دو به دوش میشه مجموع سه تا عدد مثبت میشه مثبت. بس به دردم نمیخوره، این غلطه. برای همین بعد یه دونش منفی باشه و اون منفی هم بعد قدر مطلقش بزرگتر باشه که مجموع حاصل ضرب دو به دوش میشه منفی. دو برابر مثبت هر شوشه. دو تا یه عدد رو